Lesson 25. دوستان عزیز درست 25 رو با هم دیگه شروع میکنیم لغت شماره یک خب لغت اول ما میگه briefly میگه briefly یعنی واسه خیلی دو, دو تا معنی بهتون بگم دوستان واسه یه زمانه زمانی کوتاه معنی دوم به طور خلاصه بعضی ها میگن فقط میشه خلاصه نه یکی از معنی هم برای بازی زمانی بسیار کوتاهیه برای مثال میگیم که Uh, چند وقت با اون یارو صحبت کردی بگم که میگم که actually I have spoken to, to James آره با جیمز صحبت کردم من ولی نه چند سال I have spoken to James um, you know, only briefly اینجا کوتاه معنی نمیده اینجا میشه واسه بازه زمانی کوتاهی. پس میگیم I spoke to James only briefly وقتی با only هم بیشتر استفاده میشه مثلا میگم که briefly only briefly اینجا میشه واسه بازه بازگ زمانی بسیار کوتاهی، اوکی okay, For a short for a short time، okay, For a short time. حالا بخوام بگم خلاصه میگم ببین جریان چی شد توی کنفرانس میگم که خلاصه بهت بگم عالی بود. پس میگم که briefly there was remarkable. Remarkable لغت درستی بسیار من بود. یعنی فوق العاده بود. خلاصه بهت بخوام بگم briefly it was amazing. Briefly it was lovely. Briefly there was a good day. پس بگم میگم briefly لغت بعدی. لغت بعدی ما میگه سرکیلیت گردش به گردش در آوردن گردش کردن پخش شدن چرخیدن میگیم سرکیلیت خبر شنیدی مثل بمب چرخید حالا تو کل اداره خبر پرواز کرد چرخید اتاق به اتاق به, اتاق به گوش همه رسید میگم که the news, the news, actually, the news, promotion, the news her promotion خبر ارتقای شغلیش of her around the office very, very 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 fast لغت بعدی میگه consistently هر جمعه بگی به طور مداوم به طور مداوم و دائما بدون وقفه بگو consistently consistently پس میگم که for example she consistently arrives early to work آه اینو دفعه بعد ارتقا بدین به عنوان مدیر شرکت میگم چرا اصلا یه خیلی از وقتی اینجا کار میکنه همیشه به موقع میاد سر کار به طور مداوم سر وقت میرسه به طور مداوم میگیم consistently دوستان عزیز consistently چون لغت راحتیه روی اینم زیاد مانو نمیدم فقط یه مثال دیگه بهتون میگم میگم که برای مثال برای مثال میگم خیلی وقته به طور مداوم داریم سر این مسئله با هم دیگه بحث میکنیم دیگه بسته دیگه آهل شد دیگه میگم که we have been arguing we have been arguing over this topic consistently for a simple change for, for the past few weeks دیگه بس دیگه چقدر به طور مداوم آخه با سر این موضوع با هم دیگه بحث میکنید always the same always the same به این میگم consistently متضادش میشه inconsistently inconsistently بسیار عالی به طور مداوم همیشگی بدون وقفه لغت بریم ما میگه exhibit exhibit exhibition نمایشگاه exhibit فعل نمایش دادن میشه for example I will exhibit my work next month جیمز این همه نکاشی میکشی واسه چی نگه داشتی میگن نه بابا انا رو آماده کردم ماه بعد اگزیبت کنم نمایش بدم کجا؟ توی اگزیبشن در داخل نمایشگاه میخوای مطمئنی نمایش بدی میگم بله میگم که I will exhibit my work I will exhibit I will exhibit my work next month I will exhibit my paintings next month exhibit نمایش دادن نمایش نقاشی. هنر هر چیزی که میگی لغت بعدی ما میگه founded founded گذشته find میشه founded پیدا کردن خود founded میتونه فعل باشه یعنی تأسیس کردن بنا نهادن میگم که مارک زاکربرگ همون پسری که فیسبوک رو ساخته میگیم که شرکتش رو در سال 1993 تأسیس کرده پس میگیم که for example uh, he founded his company for example he founded his company exactly in for example 90 99 اما یه سوال پیش میاد اگه فاند خودش به گوده گفتنی فعله بگیم فاندد یا بگیم فاند درست دوستان حد زدید یه موقع نگید همون هی فاند گذشته فاند این خودش میشه زمان حال تاسیس کردن و گذشته میشه فاندد شو so میگم I founded my podcast or uh, platform in 2000 for example 21 فاندد فاند. I founded من تاسیس کردم لغت بعدی ما میگه improperly improperly proper میشه مناسب properly میشه به طور مناسب improperly این منفیش کرده میشه به طور نامناسب یه مثال عادی رو تو میگم میگم که ببین من به تو گفتم این ماشین رو واسه من اسمبلش کن برای مثال اما به طور نادرستی اسمبلش کردی میگم که you assembled, my machine, but you improperly assembled my machine. اما به طور نادرستی اینو اسمبل کردی بابا با قطعات جا به نصب کردی عیز من میگم که you, uh, uh, you, you, you به طور نادرست صحبت کردی نصب کردی اجرا کردی improperly improperly, improperly. improperly. بریم دوزن لغت وردی ما میگه به ندرت infrequently frequently میشه به کرار استفاده میشه به وفور دیده میشه Infrequent, infrequently میشه به ندرت میگه من از چند وقتی یه بار میای یه پادکست هایی ما سر میزنی میگه for example I, I check your podcast uh, infrequently تموم شد I check your podcast infrequently I check your podcast I check your movies I check your website I see you I meet you I read the books infrequently به ندرت نه اوکی okay, عالی بود infrequently دوستان لغت بعدی ما میگه isolated isolated دوستان بعضی به این میگید زیا میگید isolated isolation نه دوستان عزیز این کلمه رسمن داره میگه isolated اوکی okay? میگه isolated خب دوستان فقط دوباره من یه چکه کوتاه کردم متاسفانه پی دوباره جابجا شده لغت داشتیم impulsively بله بریم اول ایمپاسیو رو با همدی کار کنیم بعد. ایمپالسیولی یعنی بی فکرانه یعنی خ... یه کسی که یه تصمیم انجام یه کاری میگیره میشه ایمپالسیولی بی فکر میگم چرا رفتی به این ماشین پول دادی چرا باز بی فکرانه بدون مشورت این کارو کردی میگه که یو impulsively bought the car now don't ask for help الان, الان کمک نخوا بی فکرانه ماشین خریدی به همون هم نگفتی میگم که یو impulsively bought this کار. یو impulsively painted your روم. یو you impulsively sold یور computer impulsively یعنی بی فکرانه تصمیم ناگهانی و ناخداگاه impulsively بسیارانی و اما لغت isolated یعنی منزوی این دهکده مال کیه میگم تو نیومدی خیلی وقت اینجا اینجا خیلی وقت منزویه و کسی اینجا نیست میگیم که دیتشا دیتش ویری ترنکویل ویلیج هزار و شاید خیلی ری، ریلکس و بکره میگم هیچی نیست میگم نه بابا it's a, it's, a, it's, an isolated village okay this is really isolated this village is quite isolated from the city از شهر منزویه اصلا اینجا کسی هم نیست این روسا از شهر منزویه isolated یه روستا هم داریم بسیار بهش رسیدگی شده و توریستی حساب میشه پس ب میگیم isolated دیگه نمیگیم اونجا مثلا میگیم really tranquil like well known esteemed and in your لغت بعد دیگه ما میگیم overplay okay? اوکی overplay یعنی آشکارا میگم تو آشکارم برنامه من رو نقد کردی اون روز یعنی انتقاد کردی ازش میگم you overtly criticize my idea you overtly criticize my plan تو دوست من بودی بعد بعدا به میگفتی برنامه مشکل داره اما تو overtly خیلی آشکارا جلو همه داد زدی گفتی برنامه جیمز اصلا نابوده پس نباید overtly آشکارا این کارو میکردی اوکی دیگه overtly این کارو نکن آشکارا این کارو نکن overtly بسیار عالی لغت بعدی دوستان لغت بعدی ما میگه میگه profoundly عمیقا عاشق این لغتم profoundly میگم که ارائه خوب بود میگم it was very profound یعنی جامعه و عالی بود عمیق بود profound صفت اینجا قیده profoundly میگیم که and your speech your conference profoundly affected the audience نه تنها عمیق و جرف اندیشانه بود بلکه عمیقا هزار رو تحت تاثیر قرار داد میگم که یور سپیچ پروفاندلی افکتد دی اودینس بسیار عالی پس بس میگم که یور سپیچ واز پروفاند خودش نه تنها عمیق و ژرف اندیشانه بود همون جوری هم عمیقا حضار رو به خودش جلب کرد اند یور speech profoundly افکتد دی اودینس لغت بعدی لغت بعدی ما میگه situated واقع شده My house is situated in the north of Iran. خونه من در شمال ایران مستقر هستش مای in the north ایران واقع شده دانشگاه کجاست؟ مثلا داره معرفی میکنی تو یوتیوب دانشگاه در, او... در وسط جنگل مستقر شده Situated آدرس کجاست؟ مستقر در بقید رستوران situation میشه موقعیت situated میشه واقعه شده. الان وقتی بعد ما میگه subsequently متقابلا subsequently میگم که جیمز تو فردا ترفی میخوای بگیری میگم که you will be promoted you will be promoted میگم خب بهتره چی میگم خب خبر خوبشه اینجاست متقابلا میری اتاق بزرگتر and subsequently they will give you a bigger room that's it اتاق بزرگتری هم بهت میدن و یعنی عمل اول متعاقبا یه یعنی نتیجه ای هم داره بس تا سابسیکوئنتلی یه اتاق بزرگ هم بهت میخوام بدن سابسیکوئنتلی لغت بعدی ما میگه آن اوکی آن به طور غیر قابل اشتباه به طور غیر قابل اشتباه صدات مشخص توی پای تلفن ادا در نگار لطفا your voice is unmistakably recognizable صدات به طور غیر قابل اشتباهی و به وضوح قابل تشخیص جیمز خودتی تموم شد آن به طور غیر قابل اشتباه به این میگیم رسما آن uh, ولی من اینجا به شما غیرشو گفتم لغت صفت آورده پس میگیم که آن میستیکبل پس میگیم که یور وایس از آن میستیکبل این دی اینجوری معنی کنید که اینقدر صدات واضحه و تو گوش ما اوکیه تو تو جهت جمعیت, جمعیت گیرم بکنی یا یه دونه هلو بگی ما میدونیم تو کجا وایسادی مشخص اون تویی تو اون جمعیت بین اون همه صدای مشابه برا تو به طور غیر قابل اشتباه یا غیر قابل اشتباه در وسط جمعه به این میگیم آنمشتیکبل اوکی به این میگیم آنمشتیکبل میتونی بگیم آنمشتیکبل سند اف گان فایر اکسنت از غیر قابل اشتباهه این لغات رو میتونی به کار لغت داریم میگه شارپلی به شدت اینجا میشه به شدت قیمت به شدت رفته بالا میگم که prices have risen sharply نگین به تیزی ها قیمت رو میگم معنی عوض میشه میگم که prices have risen sharply قیمت ها به شدت رفتن بالا prices have risen sharply sharply به شکل وحشتناکی و ناگهانی به عجیب رفتن بالا به این میگیم شارپلی اوکی okay? prices have ریزن شارپلی بریم جلو لغت داریم اینجا میگه upstanding upstanding یعنی شریف آدم شریفیه میگیم که uh, for example, James, you are known as an ممبر member of the community. تو شخص شریف این جامعه حساب میشی. حالا منظوری مثال بیشتر نیست. میگم میگیم که he is or she is known as an upstanding member of the community. He or she is known as an upstanding, as an upstanding member of the community. شریف upstanding. Upstanding. پس بس بسیار یعنی uh, شریف بسیار یعنی خوب معنی مثبت داره و خیلی اخلاقی خیلی معدب خیلی رو راست هم خانم میگه upright. upright پس میگیم مك... که an upstanding member of the community is here by for example Johnson Mikael بسیار عالی یه مرور با هم داشته باشیم سری خب ما لغت داشته میگفتیم circulate circulate گردش کردن چرخیدن مثل خبر لغت داشتیم briefly briefly بهتر خلاصه بخوام بگم در باز زمانی کوتاه consistently به طور مداوم بی توقف همیشه اگزیبیت به نمایش گذاشتن نمایش شدن مثل نمایشگاه مثل عکس هر چیزی به نمایش میذاریش در حالت فعل تحسیز کردن بنیان گذاری کردن بنیان نهادن امپراپرلی به طور نادرست امپالسیولی ناگهانی بی فکرانه یه هوی امپالسیولی به ندرت نه خیلی زیاد آیسولیتد آیسولیتد منزوی overtly خیلی آشکارا علنی profoundly امیغن امیغ جرفندی شانوار sharply خیلی به شدت situated واقع بودن در جایی subsequently متعاقبن unmistakable رسمن یعنی به طور غیر قابل اشتباه upstanding یعنی شریف عالی صادق تا درس 26 با من همراه باشید